درود فراوان پوران پور هستم روان درمانگر مشاور بالینی و مشاور خانواده جامعه شناس و امروز در خدمت آریا تیوی هستم بخش دیگر از بهداشت روان رو اجرا میکنیم برنامه بهداشت روان که دفعات بسیار زیادی ما تا به حال ویدیو داشتیم و امروز هم در مورد کودک و نوجوان و اختلالات روانی در اونها و روش های درمانی مورد استفاده در برای درمان اختلال روانی در کودکان و جوان میخوام صحبت بکنم با ما باشید اگر راه راهتون به مشاور مدارس خورده و یا به مشاورین مختلفی که برای درمان انگزایتی دیپرشن و یا مسائل دیگه کار میکنن مسلما شنیدین که یکی از روش های درمان متداول اینجا کاغنیتیو بیهیور تراپی هستش یا سی بی تی و یه روش درمانی که من استفاده میکنم همین کاغنیتیو بیهیور تراپی هستش با فوکوس مایندفولنس و روش درمان دیگه وجود داره به اسم فامیلی تراپی که کل خانواده رو در نظر میگیریم ولی توی سی بی تی یا کاغنیتیو بیهیور تراپی میاییم نگاه میکنیم به مسائلی که کودک و نوجوان داره باهاش هاش دست پنجه نرمی کنه به خصوص در ارتباط با افکارش عواطفش و رفتارهاش اگر این علائم رو در کودکانتون و نوجوانتون میبینید کمک بگیرین براشون و همینجوری نگذرین حالا علائم رو توضیح میدم چه هستش مسلم اینه که یه مقدار مشکل گاهی اوقات برای ما درک بکنیم یه رشد عادی یک فرد نوجوان و شرایط و موانعی که میتونه براش به وجود بیاد و ایشون رو ببره به طرف حالات روحی روانی ناسالم اگر میبینید که تغییرات خلقی به طور ناگهانی شروع میکنه به شکل گرفتن تغییرات ناگهانی خلقی و رفتاری و میبینید که فرزند شما از یک بچه خیلی فعالی که قبلا بوده الان داره گوشگیر میشه و شرکت نمیکنه تو فعالیت های ورزشی مدرسه یا فعالیت های خانوادگی که دارین و احساس میکنین کودکی که دیروز بازیگوش بوده امروز ساکت شده و گوشگیره و تو خودشه حال هوای خوبی نداره احیانا غذا زیاد نمیخوره یا گاهی اوقات پرخوری میکنه و گاهی اوقات کمخوابی داره یا پرخوابی میکنه و گاهی اوقات میبینید که ترس های زیاد تو وجودش هستش و به شما اعلام میکنه که من میترسم از این امتحان میترسم از این کار میترسم از اون آدم و عواطف مختلفی رو داره حس میکنه بدونی که شاید ما بدونیم مثلا حس گناه حس ترس حس نگرانی مداوم گاهی اوقات نگرانی شاید برای پدر مادر برای افراد خانواده برای کسی که میتونه مریض باشه تو خانواده و ترس از دست دادن پدر مادر و که خودش رو به این سان نشون میده که زیاد فرزند میچسبه و میخواد مرتب با شما باشه و دور نشه و حس استراب داره در موقع جدایی اینها همه اون علائمی است که باید یه مقدار بیشتر روش توجه بکنیم و ببینیم که چی داره میگذره برای فرد کودک ما و نوجوان ما تو شرایط مهاجرت من اینو خیلی میبینم تو خانواده ها چون که کودک یا از یه محیط آشنا و به صلاح راه کامفورت زون فرد بوده اون از اون محیط که بوده کنده شده اومده اینجا به خوص اگر در سنین نوجوانی فرزند میاد به اینجا و میان اینجا وارد مدرسه میشن مسائل مدارس اینجا هم مسائل خودش هستش اون پیر پرشری که وجود داره اون که بچه ها هم دیگر راحت قبول نمیکنن توی تو این سنهای نوجوانی و شما احساس میکنین شاید کودکتون تنها مونده فرزندتون تنها مونده نمیتونه با کسی دوست بشه دوست پیدا نمیکنه و این گوشه گیری ها همطور داره بیشتر میشه و یه موقع میاد به شما میگه که دوست نداره دیگه بره مدرسه و یا اینکه زبانش خوب نیست و میخواد پرتند بکنه یا در حق تظاهر بکنه که درس بخونه و میفهمه ولی متوجه نمیشه و اینا همه در علائم شکست رو شکست رو داره برای واسه کودک به وجود میاره این فرزند داره احساس میکنه که وا من دارم شکست میخورم و حالا چیکار باید بکنم اگر ترس از این وجود داره که برای شما بیان بکنه خب مطمئنا به اون های روحی روانیش که انگزایتی و دیپرشن و یا بعضی اوقات اختلالات بیشتر مثلا در حد بایپولار که دیگه یعنی ادامه پیدا کرده این افسردگی دیگه استراب کرسته به بایپولار و حتی اختلالات بیشتر مثل روان پریشی و خدای نکرده در آینده یه موقع بیماری های شید که البته بیماری مغزی هستش ولی خودش روی جاهای نشونده اون ترسا و گوشگیری های اینها باید به مسائل این توجه بکنید و همطور که گفتم روش های درمان مختلفی وجود داره بایو فیدبک وجود داره ولی عدید من و, دارو درمانی وجود داره ولی عدید من دارو درمانی در کنار روان درمانی کار میکنه و نمیتونیم یکی رو بدون دیگری به صلاح استفاده بکنیم و خیلی مهمه که بتونیم یه فضایی تو خانواده به وجود بیاریم ببینید خانواده باید خوا... فضای امنیت باشه فضای آرامش باشه فضای اب... به ابتکار باشه تداوم ارتباط باشه و گفتگو باشه و مهربانی باشه اگر این فرزندی که حال روزش خوب نیست شرایط مختلفی رو دیده و شاید هم تو این سنین مثلا 14 15 16 یه موقع میبینی که ارتباط‌های حالا سالم ناسالمی با دوست دوستان داشتن حال چه دوست دختر چه دوست پسر و سرخورده شدن و احساس شکست گرفتن خب اینها سخته و ما نیاز داریم یه خورده بیشتر اوپن باشیم گوش بکنیم ببینیم چی داره میگذره بدون قضاوت کردن و راه حل وجود داره یکی دیگه از مسائلی که خیلی مهم هستش استفاده فرد نوجوان از وید یا ماریجانایی که حالا اینجا هم قانونی هستش و خانواده ها من میدونن که بسیار نگران هستن سر این جریان ولی جای نگرانی است اگر محیط محیط سالم و آرامشی باشه ببینید چرا افراد میرن به دنبال استفاده از مواد مخدر حالا این هم یه ماده مخدره چرا؟ چون که نیاز به گرفتن آرامش دارن حس استراب میکنن حس غم میکنن حس ترس میکنن و خودشون رو میخوان اینجوری با استفاده از یک عامل خارجی آروم بکنند خب چه بهتر که ما بتونیم راههایی پیدا بکنیم که از طریق ارتباط با خود، ارتباط سالم با دیگری، داشتن و آرامش و فضای مناسب این آرامش رو به وجود بیاریم نه از طریق استفاده از مواد و این هستش که ما متاسفانه باید درک بکنیم بله ممکنه وید یه مقداری آرامش میده تو همون موقع ولی خب میدونیم که تأثیرهای نامناسبی در مغز کودک و نوجوان میذاره حالا اینها همه در دست تحقیق ولی به هر حال ما باید بدونیم که میشه راه های دیگه به وجود آورد به خصوص اگر خانواده تو شرایط نابسامان است که افراد یک جورایی جای خودشون رو نمیدانن جایگاه خودشون نمیدان هر کسی سعی میکنه تو کار دیگری دخالت بکنه و به اصطلاح فضای سالمی اونجا وجود نداره در نتیجه فقط خواستم که یه مقدار دست بزنم روی این روش های درمانی که استفاده میشه و فامیلی تراپی جلساتی است که فرزند میاد در کنار خانواده هر کسی که تو خانواده هست و بتونه بدون ترس و نگرانی صحبتش رو بکنه و دیگران بشن اونها هم نظر بدن و یه مراوداتی پیش میاد اونجا که بتونیم درمان به وجود بیاریم ولی اینها همه بستگی به این داره که چقدر همکاری بین اعضای خانواده وجود داره و چقدر بخوایم که راه حل پیدا بکنیم و از قضاوت کردن دست برداریم و در اینجا در آخر فقط میخواستم بگم که حالا دوستان میپرسن کجا بریم اگر به صلاح تو هر شهری که زندگی میکنیم بیمارستان های هستش بیمارستان و مراکز درمانی وجود داره روانشناس یا سایکایتریست میتونین ببینین از طریق فمیلی دکترتون بپرسین ارتباط بگیرین و برین نگران نباشین نگران پرونده و این برنامه ها نباشین بهتره که الان کمک بگیرین تا وقتی که یه موقع خیلی دیر بشه و حالا این علائم استراب و افسردگی و اینها همه با هم میتونه در شرایط خیلی دیگه هم وجود داشته باشه مثلا کودکانی که تو خانواده های محیط یا محیط خشن زندگی میکنن و خشونت دیدن و مشاهده خشونت و یا مورد خشونت قرار گرفتن خب اینها هم این علایمی است که فرد تجربه میکنه و بروز میده به یه جوری از ناخون جویدن از دست و پا تکون دادن از آر... نداشتن آروم قرار نداشتن هوا حواس حافظه کوتاه مدت خیلی بده و مرتب خرابکاری میکنه این فرد و یادش میره وسیله گم میکنه و به صلاح توی محیط توی فضای ثابت و سالمی نیستشی حالا فضای مغزی من منظورم هم هستش و اینو میخوام دست بذارم روش که ما باید نگاه بکنیم ببینیم با توجه به سن شرایط محیطی نوع حمایتی که فرد داره و درجه ای که خانواده بتونه بپذیره که همچین اختلالی وجود داره اینها همه کمک میکنه به درمان و از اون طرف اگر خانواده پذیران نباشه به هر حال فرد میره به طرف تجربه عواطف بیشتر روز روزگار خوش و تا برنامه دیگر